خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. خیلی خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیهان آرا. همین اول برنامه من یه عذرخواهی بکنم بابت دیروز. دیروز موقع ضبط خبر از یکی از دوستان که حالا اسمش رو هم نمیبرم پرسیدم نتیجه فوتبال چی شده، این بنده خدا هم گفت 1-1، منم گفتم 1-1، نگو که 2-0 باختیم. ببخشید اشتباه من بود، بذارید به حساب اولین سوتی سال جدید. تعداد موارد کرونا تو قبرس شمالی هم دیروز خیلی بالا بود، 816 نفر، در حالی که کل تعداد تست های دیروز به 14000 نفر هم نرسیده. روزه قبل تا روزانه 20000 تست انجام می شده و حالا چاره ای نیست جز اینکه رعایت کنیم. اتحادیه رستورانداران قبرس شمالی افزایش مالیات مشروبات الکلی قبل از آغاز فصل جدید گردشگری رو باعث ضرر این صنف دونستن و خواهان لغو اون شدن. سونات آتون وزیر دارایی هم با یادآوری اینکه دولت با قاطعیت نقشه راه رو تهیه کرده اعلام داشت ممکنه برخی تصمیمات برای سیاستمداران تصمیمات سختی تلقی بشه، اما با قاطعیت به مسیر خودمون ادامه میدیم. یک ماه از حمله روسیه به اوکراین میگذره و با مقاومت جانانه اوکراین جنگ تبدیل به جنگ فرسایشی شده برای روسیه. زلنسکی درخواست سلاح بیشتری داره. جو بایدن هم گفته اگر روسیه در حمله به اوکراین از تسلیحات شیمیایی استفاده کنه امریکا هم حتما پاسخ میده. در نشست شورای اروپا که شب گذشته با حضور جو بایدن رئیس جمهور امریکا در بروکسل برگزار شد، نیکوس آناستاسیادیس رئیس جمهور قبرس جنوبی در رابطه با تلاش‌های طرف یونانی قبرس برای از سرگیری هرچه سریع‌تر گفتگوها در مورد موضوع قبرس علی‌رغم تمرکز جلسه بر تحولات مربوط به حمله روسیه به اوکراین از شرکای خودش در اتحادیه اروپا خواستار حمایت اونها از موضوع قبرس شده. اتحادیه‌های کارگری اعلام کردند که از هفته آینده تظاهرات و اعتصابات رو شروع میکنن. اونا اعلام کردند که روزانه شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. دولت هم با استناد به مشکلات اقتصادی دنیا سعی در رهایی از مسئولیت خودش داره. این ذهنیت قادر به حل مشکلات نبوده و مردم رو به سمت نابودی سوق میده و در نهایت منجر به نفرت عمومی خواهد شد. و حرف آخر این که اگه چیزی توی زندگی اذیتتون میکنه یعنی داره یه چیزی بهتون یاد میده و اگه هنوز دارید اذیت میشید یعنی هنوز یاد نگرفتید. دلتون شاد، لبتون خندون.